دوستان عزیزم سلام امیدوارم حالتون خوب باشه رضا نظر بگی هستم از کانال یوتیوب پویوتا آکادمی در خدمتتونم در ارتباط با درس های 3D فتوشاپ میخوام بهتون یاد بدم که چطور مدیریت کنین آبجکت های سه بودی که به وجود آوردین رو و با برخی از ابزارهایی هم که در اختیار داریم بیشتر آشنا بشیم من مثل درس گذشته اومدم یک حالت کروی به وجود آوردم از طریق تریدی گزینه اسفیر اگر ندیدید ویدیو قبل و حتما ببینید درس گذشته رو که در ارتباط با شروع کار بخش 3 بود یاد گرفتیم که چطور یک جسم سه به وجود بیاریم مثل این کره ای که میبینید حالا که وارد کار کردم یه سری قسمت های مختلفی رو ما در کارمون داریم مثلا این مورد فلش هایی که اینجا میبینید که اگر من کلیک کنم روی آبجکتی که دارم شکل میگیره و به وجود میاد با موو تول میتونم این کار رو انجام بدم روی هر کدوم از این حالت های 3 مود که در بالا هستن باشیم یک کلیک کنیم این غیر فعال میشه یک کلیک کنیم دوباره برمیگرده در بخش پراپرتیز هم میبینیم وقتی غیر فعالش میکنیم در ماتریال کلی که داریم میتونیم یک سری تغییرات به وجود بیاریم که در ارتباط با این مثلا باهاتون صحبت میکنم اما یک کلیک کنیم این دوتا مورد رو ببینیم دو تا فلش این وسط هستن یکی به سمت بالا یک سمت راست و یک نقطه آبی هم در مرکز میبینیم که در اصل یک فلش به سمت ما یعنی ما داریم در از سه تا فلش رو میبینیم یکی در نقطه در یکی در محور X یکی در محور Y و یکی هم در محور Z دارن به ما تصویر رو نشون میدن حالا اگر من بیام و دکمه شیفت رو روی کیبوردم نگه دارم با استفاده از یکی از این گزینایی که بالا هستن فرقی نمیکنه دکمه شیفت رو که نگه دارم یه مربع سفیدم اطراف این هست اجازه بدید من زوم کنم بهتر میبینید مربع سفیدی که دور این فلش آبی رنگ قرار گرفته اون نقطه آبی رنگ برای من قرار گرفته اگر موسم رو ببرم اونجا دکمه شیفت رو نگه دارم و از مربع شروع کنم به درگ کردن این دوتا دستگیره برای من بزرگتر میشن و میتونم بزرگتر ببینمشون یه مقدار بزرگترش کنیم باز هم که شما هم راحت تر ببینید این موارد رو و البته اگر بیام روی این فلش آبی رنگی که به سمت ما داره اشاره میکنه نوک پیکانش و شروع کنم به درگ کردن میتونم این جسم سه‌بعدی که دارم رو به سمت جلو یا به سمت عقب تصویر ببرم یعنی داریم تصویر رو دورتر میکنیم یا نزدیکترش میکنیم با کاری که انجام میدیم خب البته اگر بخوام از فلش های سمت راست و سمت بالای این دوتا مورد استفاده کنم با درگ کردن اتفاقی که میفته یکی در محور ایکس حرکت میکنه یکی در محور وای به سمت بالا پایین داره کارمون منتقل میشه ببینید سایه کار هم پایین قرار میگیره نشون میده که ما از سطح زمین مثلا فاصله گرفتیم اینها حالت های مختلفی که شما میتونید باشون کار کنید یه توضیح در ارتباط با این موارد 3D مود این بالا بدم یه گزینه اینجا داریم که به صورت دیفالت و پیش فرض روی این مورد اولی هستیم اگر من بیام روی کره کاری با این فلش ها ندارم بیام روی کره ای که اینجا دارم یا جسم سه که کلا دارم هر چی که میخواد باشه و شروع کنم به درگ کردن میتونم این مورد رو بچرخونمش ببینید این فلش آبی رنگ رو شما الان دارید میبینید اینجا الان داره جدا میشه دیگه به سمت ما نیست و البته مورد بعدی که اینجا داریم روش کلیک کنم میتونیم به صورت دورانی کار رو بچرخونیم باعث چرخش دورانی در کارمون بشیم مورد بعدی رو با هم چک کنیم اگر شروع کنیم به درگ کردن میتونیم جسم رو جابجا جا کنیم مثل موو تول برای ما عمل میکنه بعد از اون مورد بعدی که داریم شروع کنیم به درگ کردن ببینید داره کار رو برای من کوچکتر و بزرگ کوچکتر و بزرگتر میکنه یعنی دورتر و نزدیکتر میکنه نه در یک عمق مستقیم داره در اطراف کار هم برای من کار میچرخونه یعنی شما هم میتونید با این مورد کار رو جابجا جا کنید هم با بالا و پایین کردن موستون در حال درگ کردن کوچکتر و بزرگترش کنید یعنی فاصله کار رو نزدیکتر یا دورتر کنید و در نهایت مورد آخری هم که اینجا داریم روش کلیک میکنم با درگ کردن فقط عمق کار سه بعدی رو داریم میبینید یعنی تصویر داره کوچکتر و بزرگتر میشه در مرکز کار یعنی دیگه روی زمین حرکت نمیکنه روی همون نقطه مرکزی داره این اتفاق میافته ببینید سایه جاش مستقیم همون جای پایین مونده من اگه درک کنم دارم کار رو روی هوا انگار کوچیک و بزرگ میکنم زاویه دیدم رو فرق داره با اون مورد اولی که اومدیم و با, با نگه داشتن دکمه شیفت و مرکزیت کار میبینید فقط روی زمین اینو جابجا جا کردیم تا اون عمق تصویر داریم میبریم فقط یک نقطه مستقیم رو ما میده این مورد یه مقدار تفاوت داره داره سایز رو برای ما کوچک و بزرگ میکنه دیگه حرکت نمیده کار رو این موارد اگر خودتون کار کنید مطمئنا به صورت تجربی بهتر یاد میگیرید که چه تفاوتی با هم دارن یه مقدارم اینو ما الان بزرگترش کنیم بعد بیاریم با این گزینه مرکزیت کار این وسط ها قرارش بدیم البته در پراپرتیس یا آیکون اینجا میبینید که اگر من بیام روش کلیک کنم کاردینیتی uh, که اینجا دارم اگر روش کلیک کنم یک فضایی برای من باز میشه که میتونم به صورت دستی مختصات بدم مثلا میتونم این چهار رو تبدیل کنم به هشت دکمه تب روی کیبورد رو اگر بزنم اعمال میشه میریم گزینه دوم اینو میتونم تص... تبدیلش کنم به 900 مثلا و در راستای Z هم میتونیم باز هم تغییرات ایجاد کنیم مثلا این تبدیل کنیم به 1900 میبینید جا به جایی به وجود میاد و اگر روی این فلش گردون پایینش که رو دکمه ریست هستش کلیک کنم باید قاعدتا تمام این اعداد صفر بشن یک کلیک کنیم همه چی صفر شد ولی کار ما کلا به هم ریخت به خاطر اینکه تمام اعداد و ارقامی که اینجا بود همه رو برای ما ریست کرد یه کنترل Z بزنیم برگردیم به همون حالت قبلی که داشتیم پس اینجا میتونید تغییرات و مشخصات رو اونجوری که خودتون میخواین عدد بدید و جایگاه رو مشخص کنید یا یعنی اینکه بازم میتونیم برگردیم سراغ موارد بالا کار... کار تغییر دادن جایگاه رو به طور کامل در اختیار بگیریم خب من بهتون گفتم که در بخش تریدی مود میتونیم یک سری فعالیت ها انجام بدیم مثل چرخش این کار کوچک و بزرگ کردنش در راستای ایکس و وای و موارد مختلف یا اینکه عمق تصویرمون کوچیک و بزرگ کنیم و از این کارهایی که میشه اینجا انجام داد. اگر ولی روی خود شیپ کلیک کنم و دوباره این رو ببینیم همین کار رو میتونیم روی خود کره هم انجام بدیم روی کلا شیپ 3 که داریم هر چی که میخواد باشه میتونیم روی اون هم این کارها رو انجام بدیم خب اگر مثلا هم بخوام از این نوک پیکان هایی که اینجا میرید استفاده کنم کار جابجایی رو میتونم انجام بدم به هر سمتی که خودم مد نظرم باشه از مورد دوم برای چرخوندن کار میتونم استفاده کنم در هر راستایی که بخوام میتونم این کار رو انجام بدم و با مورد سومی که روی این فلشا ها قرار داره روی این خطوط فلش ها من قرار داره میتونیم کوچیک و بزرگ کنیم در یک راستای خاص اون شیپ 3D مون رو یعنی مثلا من اگر از هر سمتی بخوام میتونم این مورد رو کوچیک و بزرگش کنم تمام این کارها رو میسپارم به خودتون که یه بار به صورت تمرینی حداقل بیاین موارد رو چک کنید اجازه بدید من چند کنترل زد رو هم بزنم برگردیم به همون شیپ قبلی که داشتیم در حالت عادی ببینیمش خب پس تا اینجا با موارد مختلف آشنا شدید این رو هم بهتون بگم باز هم میتونیم بریم سراغ این قسمتی که اینجا میینید یعنی کوردینیت و عدد بدیم به مواردی که اینجا هستن چه در راستای چرخش کار چه در راستای تغییر ابعاد کارمون یعنی مثلا اگر من بیام این مورد رو یه عدد دیگه بدم مثلا تبدیلش کنم به 2000 میبینید سایز کارم تغییر میکنه همین مواردم هم دارن با هم تغییر میکنن واسه من البته این رو بهتون بگم اگر خواستید دونه دونه این موارد رو تغییر بدید که باعث تغییر سایز و ظاهر کار بشه مثل اون موردی که من بهتون گفتم مثلا میتونیم اینجوری کوچیک کنیم یا بزرگ کنیم کار رو میتونید بیاید روی آیکونی که این بالا هستش کلیک کنید و گزینه یونیفرم اسکیلینگ رو تیکش رو بردارید وقتی که این کار رو انجام بدید هر کدوم از این موارد رو به صورت جداگانه میتونید اندازه بدید میبینید کار داره تغییر میکنه مثلا ما اگر سایز رو کشیک تر کنم یه مقدار شاید بهتر مشخص بشه داریم تغییر سایز رو به صورت تک تک انجام میدیم دیگه حالت اون آهن رو با مانند رو نداره که یه عدد رو اگر یه مورد رو یه کادر رو تغییر بدیم ما بقیه موارد هم به همون اندازه کوچیک بشم ولی بهتون پیشنهاد میکنم در حالت نرمال این کار رو, رو روی یونیفورم سکیلینگ بذارید که اگر به یه موردی عدد دادید ما بقیه موارد هم بر حسب اون تغییر سایز بدن اگر من اینجا مثلا 1400 رو بدم ما بقیه موارد بر حسب اون مورد 1400 کوچیکتر شدن اجازه بدین یه مورد دیگر رو هم بهتون بگم اول بیایم یه مقدار سایز این مورد رو کوچیکترش کنیم با یکی از این دوتا مورد میتونیم سایز رو کوچیک کنیم یه همچین حالتی جاشم هم تغییر میتونیم بدیم بیاریم بذاریم اینجا خب کاری که میخوام انجام بدم اینه که یک شیپ دیگه یک جسم 3D دیگه رو هم وارد کار کنم روش های مختلف برش وجود داره یکی از روش ها همین کاریه که ما الان انجام دادیم قبل از اینکه من بیام داخل این کار یک کره به وجود آوردم و با درگ کردن لایش در بخش لایرز اینو آوردم انداختم توی لایه های جدیدمون در این بخش من الان دو تا کره کنار هم دارم اما روش های دیگه هم وجود داره برای انجام این کار یه کنترل Z میزنیم که اینو حذفش کنیم یا دکمه دیلیت رو میتونستیم در لایه بزنیم و حذفش کنیم برای ایجاد یک شیپ 3D جدید اول باید بیایم سراغ تب 3D یعنی از لایرز خارج بشیم بریم سراغ تب 3D بعد از منوی که این گوشه هستش روش کلیک کنیم و گزینه اد آبجکت رو بزنیم بیایم روی اد مش پریست و یکی از این مواردی که اینجا داریم رو انتخاب کنیم مثلا من پیرامید رو میتونم انتخاب کنم یه مختصات بهش بدم سایز و اندازه بهش بدم روی دکمه اوکی کلیک کنم که البته پیرامید الان میبینید خیلی بزرگه بعدا من میتونم اینو کوچیکش کنم یا اینکه اجازه بدین من کنترل آلت بزنم اینو اصلا حذفش کنیم بیاییم پایین در همین بخش 3D پایین یه آیکون اینجا میبینیم که اد نیو آبجکت تو سن هستش روش کلیک میکنم و یکی از این موارد رو انتخاب میکنم هر کدوم که خودتون مد نظرتون هیچ فرقی نمیکنه مثلا میایم همون پیرامید رو انتخاب میکنیم و یه مختصات یه اندازه بهش میدیم مثلا دیویست در دیویست در دیویست روی دکمه اوکی کلیک میکنم الان در پریویوی که بالا سمت چپ میبینیم این مورد این پایین قرار گرفته یعنی پایین تر از این کره که من دارم قرار گرفته حالا چطور میتونیم بیاریمش بالاتر و همراستای این موردی که اینجا داریم اینو قرار بدیم اولین کاری که باید انجام بدم در همین بخش 3D بیام گزینه پیرامید رو انتخاب کنم روش کلیک کنم که فعال شه اگر روی اسفیر یا موارد دیگه هستید حتما پیرامید رو باید انتخاب کنین یعنی شیپی که شکل دادین خب اسم اون کاری که من الان به وجود آوردم پیرامید بود دیگه یه هرمه روش کلیک میکنم انتخاب که شد میام در بخش پراپرتیز روی گزینه موو تو گراوند کلیک میکنم با این اتفاق پیرامیدی که ساخته بودم روی سطح زمین قرار میگیره اگه باز هم اینجا نمیبینمش به خاطر اینه که در پریویو بالا سمت چپ میبینید کره رو من خیلی بالاتر از سطح زمین شکل دادم و به وجود آوردم این بردمش بالاتر باید یه مقدار بیاریم اینا رو هم هم قرار بدیم یا کره رو ببرم بالا کره رو بیارم پایین یا این پیرامید رو جابجا کنم بیارم بالا الان خیلی فاصله دارن این دوتا از سطح زمینی که ما اینجا داریم پس میتونیم هر کدوم از این موارد رو انتخاب کنیم بیاریمشون پایین و بعد هم میتونیم زوم این زوم اوت کنیم مثلا چه این حالتی به وجود بیاد روی سطح زمین قرار بگیرن این مورد هم همینطور این مورد رو هم میتونیم ترش کنیم بعد بیاریم جابجاش کنیم بیاریمش پایین تر یه همچین شرایطی رو میتونیم به وجود بیاریم جایگاه دقیقشون رو بعدا میتونیم در درس های بعدی در ارتباط باشون صحبت کنیم که کجا قرار بگیرن به چه شکلی میتونیم اینا رو دقیقا روی زمین بچسبونیم در ارتباط با این موارد حتما باهاتون صحبت خواهم کرد اگرم خواستید میتونید از سه تا گزینه که این پایین هستن جایگاه دوربین رو تغییر بدین یعنی اگر من مورد اول رو شروع کنم درگ کردن میتونم زوم اوت و زوم این کنم با مورد دوم میتونم کار رو بچرخونم به سمت چپ و راست و بالا و پایین زمین هم باهاش جابجا میشه و از مورد سوم هم میتونم کار رو بچرخونم و چرخش کار رو ببینم حتی عمق کارم رو هم میتونم ببینم یعنی این زیر زمینه این بالای زمینه و کلا کار رو میتونیم و شکل های مختلف بچرخونیم و جایگاه دید دوربین رو عوض کنیم با این ستای که این پایین هستن خب این ویدیو رو بیشتر از این ادامه نمیدم با این مواردی که یاد گرفتین لطفا تمرین کنید کار کنید بخش اول مدیریت آبجکت ها رو بهتون آموزش دادم در ویدیوی بعدی میرم سراغ بخش دوم مدیریت آبجکت ها و با اون مورد هم کار میکنیم یه چند تا ویدیو بیشتر زمان نمیبره تا کل موارد تریدی رو من بهتون توضیح بدم ممنونم دوستان آیزم از همراهیتون به کانال یوتیوب پویت اکادمی لطفا ویدیو رو لایک کنین تو کانال سابسکرایب کنین زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فعال کنید و برام کامنت بذارید واقعا کامنتاتون قوت قلب بزرگی همیشه دارم بهتون میگم و از این بابت ازتون ممنونم از اینکه وقت میذارین برام کامنت میذارید خیلی خیلی ممنونم مرسی در ویدیوهای بعدیم هم همراه شما دوستان عزیزم خواهم بود موفق باشید